آرزو میکنم طاعات و عبادات شما بیننده های عزیزمون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشالله. در بخش هنری این برنامه هستیم. سرکار خانم توللی زحمت کشیدن تشریف آوردن و یک هنر بسیار جدید رو میخوام به ما آموزش بدن، امیدوارم که با میلتون باشه. سلام خانم توللی، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. درود بر شما و همه بینندگان محترم شبکه فارس. کچه دوزی رو قرار آموزش بدن؟ بله. کچه دوزی یعنی چی؟ کچه در لغت یک لغت ترکی هستش، در لغت به معنای نمد و نمدمالی هستش و ریشه در فرهنگ چندین هزار ساله کشورمون ایران داره. بسیار عالی. دست شما در نکنه. اگه ابزار کارو بگید ممنون میشم. خواهش میکنم. امروز برای عزیزان گل برجسته، گل مینای پنج پر رو در نظر گرفتم. ابزار کاری که لازم هستش فرچه یا برس کارمون هست، پانچ رو احتیاج دارن عزیزان و پارچه های نمدی و همینطور آب و صابون. خب فرچه و پانچ به راحتی گیر میاد؟ بله، به راحتی در مغازه هایی که لوازم خرازی رو به فروش میرسونن موجود هستش. بسیار عالی، خیلی متشکرم. که همینطور الیاف موهر که به صورت طبیعی پشمی و یا الیاف مصنوعی هم در بازار موجود هست برای کارمون احتیاج هستش. ابتدا لازم هست که برای گل مینامون ما یک فرم اشک رو روی مقوا طراحی کنیم که بزرگی یا کوچکی گلمون بستگی به سلیقه عزیزان داره. بله. این کار که انجام دادید لازم هست که این رو روی پارچه نمدی قرار بدید و دور اون رو به تعداد گلبرگامون که پنج عدد هستش علامت بزنید. دور پارچه رو، دور گلبرگمون رو ابزار کار قیمتش چطوره؟ گرون در میاد؟ ارزون در میاد؟ چطوری؟ یعنی خودمون کار کنیم به صرفه تره؟ بله، ابزاری که شما خواهم بناکار لازمه که داشته باشید برای کار پانچ و برستتون هست که تا آخر دیگه شما این لوازم رو مورد استفادهتون هستش که حتما باید. فقط فرچه و پانچ گفتیم یه مقدار گرون در میاد، بقیهش گفتیم خیلی ارزونه. بله، بقیهش تو این قسمت گلبرگمون رو روی برس قرار میدیم. لازم هست که آب و صابون در اختیار داشته باشیم چون حرکت پانچ رو توی الیاف نمدی خیلی راحت تر میکنه. آب و صابون رو باید رنده کنن دوستان و به مدت 10 دقیقه توی آب بجوشونن که کاملا حل بشه. و اونو توی یه آب فشان کنار دستشون قرار بدن که راحت. موقعی که این کار رو روی، یعنی صابون مایع نمیشه استفاده کرد؟ اصلا، باید حتما صابون جامد. مقداری آب صابون رو اسپری میکنیم روی کار و از پانچ استفاده میکنیم. از دم باید دقت داشته باشن پانچ رو به صورت عمود روی کار قرار بدن چون اگر مایل باشه سوزنهای پانچ خواهد شکست و مورد مشکل قرار میده. شروع به پانچ کردن این کار میکنن. ابزار جایگزین نمیشه استفاده کرد؟ نه متاسفانه خواهم برنکار، ابزاری هست که باید باشه به غیر از اون. بله. موقع پانچ کردن ممکن هست که سوزنشون بشکنه، هیچ موردی نداره چون ما این پانچ به راحتی باز میشه و سوزن رو میتونن جایگزینش بکنن. موقعی که احساس کردن به راحتی پانچ داخل پارچه نمدی حرکت میکنه، موقعی هستش که از دام باید گلبرگ رو از روی برس جدا کنن. گلبرگ ما به این صورت در میاد. اگر دوست داشته باشن که موهای مهری بلندتری داشته باشه میتونن از مقداری الیاف استفاده بکنن. الیاف لازم به قیچی کردن نداره، لزومی نیست که عزیزان قیچی کنن. این رو روی کار قرار میدن و کمی آب و صابون. جدا ولی کار قشنگیه خانم توللی، خیلی کاربردی هست خانم بناکار. تمام لباس ها مخصوصا لباس های زمستونه
یعنی لازم نیست جنس خاصی داشته باشن؟ باید هر نوع پارچه میشه رو هر نوع پارچه میشه. من الان روی مخمل دورو هم کار کردم چون رو تختی و بله. پرده هم میشه کار بکنیم، ولی خب پارچه باید باشه که حرکت پانچ توی اون به راحتی انجام بگیره. موقعی که به این مرحله رسید، البته از نام بیشتر میتونن بکوبن، اون رو به یک وسیله از روی بروس به آرومی بله. جدا میکنیم. گلبرگمون الان درست شده، الیاف مهریمون بیرون زده، این طرف روی کارمون هست. عزیزان لازم هستش که حتما این کار رو با آب تمیز شستشو بدن که صابون داخل کار خارج بشه. بله. موقعی که خوش شد، گلبرگ ها به این صورت در میاد که آماده کار هست. الان برای گل مینای پنج پرمون ما احتیاج هستش به 5 عدد گلبرگ. گلبرگ ها توی این گل حدود 1 تا 2 میلیمتر روی هم همپوشانی دارن، ولی بله. خب مرکزشون باید حفظ بشه. عزیزان این مرحله رو میتونن به وسیله نخ و سوزن انجام بدن که گلمون به این صورت در میاد. قابل شستشو هست این کارا؟ قابل شستشو هستش خانم بناکار، ولی خب مثل هر کار دست دیگه ای عزیزان باید با ملایمت باش. بله، یعنی باید با دست بشورن. بله. یه دوست عزیز یه پایمک جالبی زده، گفته که من یه لباس دارم که خیلی دوستش داشتم اما یه تیکش خراب شده، الان میتونم تکه دوزی کنم و همین کار روش انجام بدم؟ که کارشون کاری باشه که چون این حالت موهری داره بیشتر روی لباس‌های زمستونه خانم بناکار کار میشه، میتونن کار بکنن. بله. گلبرگ ها رو بله. آخر کار رو خانم بناکار میتونن از هر مهره تزیینی که دوست داشتن مرکز گلشون دوخت بکنن. انتهای کارمون گلبرگ روی هم قرار میگیره و اولین گلبرگ رو روی آخرین گلبرگتون باید قرار بدی. خب مغزی گل رو هم عزیزان میتونن به وسیله کوک به مرکز گلشون متصل کنن و اینو جایی که تنظیم کردن از قبل روی الگوشون که میخوان کار بکنن، میتونن این رو با چند بست متصل کنن که من الان روی این لباس میتونم این رو نصب کنم. البته مغزشو باید کار بذاریم. عزیزان اگر از برگ برجسته خواستن استفاده کنن، منتها باید پارچه نمدیشون رنگ سبز داشته باشه و از الیاف سبز رنگ هم استفاده کنن. فرم برگ رو در میارن و به همین ترتیب برگ ها رو هم زیر کار میتونن نصب کنن. بله، ما کمتر از 2 دقیقه الان فرصت داریم. خانم تولالی کار من هم تموم هست. بسیار عالی. میشه یه توضیح بدید این کار رو چجوری انجام دادین؟ این کار روی پارچه انجام شده، مثل همین کوسنی که کنار دستمون قرار داره. بسیار هم زیباست. که انشالله در جلسات آینده جلسه اگر دوستان آینده. دوست داشته باشن این کار رو ادامه بدن. بسیار در خدمتتون هستم. خیلی مشکرم. یه بار دیگه اگه ابزار کار رو بگید با ترجمه که پیامک داشتیم، هنر چی بود؟ گفتید که کچه دوزی. هنر کچه دوزی هستش. احتیاج هست به بروس که در 2 سایز توی بازار موجوده، احتیاج به پانچ دارید و آب و صابون، پارچه های نمدی و همینطور الیاف مصنوعی یا طبیعی که الیاف طبیعی از جنس پشم است. که همه این ابزار رو میشه کجا تهیه کرد؟ همه این ابزار در مغازه‌هایی که لوازم خرازی موجود هستش میتونن. بسیار سپاسگزارم، ممنون از حضور شما در برنامه. انشالله هفته آینده باز هم دست پر بیاد. الان میدونید که برای هفته آینده قرار چه کاری رو انجام بدید؟ هفته آینده انشالله یک گل پارچه‌ای رو در نظر دارم که بدون اتو کار میشه. بسیار عالی، ما منتظر شما میمونیم. خانم تولایی، شما کارهای شما بسیار زیباست و خیلی منحصر به فرد و خوب میتونه باشه.